سه فضانورد پیشکسوت وارد تالار مشاهیر فضانوردان ایالات متحده می شود. اسامی خانم پاملا ملروی و آقایان مایکل لوپز الگریا و سکات کلی در این تالار واقع در مجتمع بازدید کنندگان مرکز فضایی کندی در جزیره مریت در ایالت فلوریدای آمریکا جاویدان خواهد بود. خانم ملروی خلبان بازنشسته پروازهای آزمایشی نیروی هوایی و فرمانده سابق فضاپیما همینک یک مقام اجرایی صنعت فضانوردی است. او در ماه مارس سال 1995 میلادی از سوی سازمان فضانوردی آمریکا ناسا به عنوان کاندیدای فضانوردی برگزیده شد و نهایتاً در سه مأموریت فضایی در سالهای 2000 و 2002 و 2007 شرکت جست. آقای الگریا دیگر فضانورد تازه وارد به تالار مشاهیر دارای یک پیشینه 35 ساله خلبانی و فضانوردی در نیروی دریایی و سازمان ناسا است. وی خلبان مهندس و مدیر برنامه‌های پروازهای آزمایشی نیز بوده و 4 پرواز فضایی را تکمیل کرده است. ضمناً آقای الگریا با سپری کردن 67 ساعت و 40 دقیقه در بیرون فضاپیما فراسوی جو کره زمین رکورددار ناسا است. آقای کلی فضانورد دیگری که در تالار مشاهیر جای می‌گیرد بیش از 15,000 ساعت پرواز با بیش از 40 هواپیما و فضاپیما را در کارنامه خود دارد. برگزاری مراسم ورود این سه فضانورد به تالار مشاهیر به دلیل محدودیت‌های ناشی از ویروس کرونا به تعویق افتاده است.